نمایی از خیابان‌های چند شهر کویر است. چه فرقی بین یزد و اصفهان و کرمان است که آنجا نارون‌های زیبا دارد و اینجا نارون‌ها به دلیل آنچه آفت خواندند و به بی‌آبی ربط دادند بعضاً قطع شدند و یا در حال مرگند. بحران بی‌آبی در کرمان وارد فاز جدیدی شده. ما نه تنها آب برای تأمین فضای سبز شهری نداریم، بلکه همین آبی هم که داریم کیفیت ندارد. ایسی آب به شدت بالا رفته و دمار از روزگار درخت درآورده. ما از میدان آزادی به سمت غرب کرمان، یعنی کل محدوده بلوار دوموری، جاده تهران، شرک شهید مطهری، مجموعه هوانیرود، ترک‌های قدیم، اراضی حسن‌آباد، این مجموعه آب به طور میانگین زیر 4000 نیست. این مورد نیاز حداقل که ما دیگه واقعا لازم داریم برای اینکه بتونیم آبیاری رو با همین در واقع درختان کویری، نه منظورم لزوما با نارون و مثلا کناره که اون آب خیلی خوب میخوان، حداقل حداکثر 2000. نگاهی به پارک جنگلی بیاندازید تا ببینید این ایسی بالا با درختان و گیاهان چه کرده. اما شهرهای کویری دیگر چه کردند که دچار این مشکلات نشدند؟ طبق مطالعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، 15-20% از آب تصفیه شده شهری به مصارف فضای سبز می‌رسد. بررسی‌های کرمان نو هم نشان می‌دهد که بیش از 10 میلیون متر مکعب آبیاری فضای سبز شهرداری اصفهان از پساب است. آبی که از شهرداری کرمان دریغ شده. دعاوی آب بین شهرداری و شرکت آب و فاضلاب به سالهای قبل برمی‌گردد. 2 سال قبل عالمزاده شهردار وقت حتی برای شرکت آب و فاضلاب خط و نشان کشیده بود که اگر سهم شهرداری از پساب فاضلاب داده نشود، پروژه فاضلاب را تعطیل می‌کنیم. خط و نشان شهردار ما راه به جایی نبرد. همون زمان هم قانون هوای پاک ملزم می‌کرده وزارت نیرو رو که آب مورد نیاز فضای سبز شهری رو تا سرانه 15 متر مربع تامین کنه به صورت رایگان، به صراحت هم در قانون اومده. اما توی قرارداد آب رو واگذار میکنه به در واقع مجموعه مانا در قبال سرمایه گذاری بزرگ. اصلش اتفاق درستی بوده، چون این شبکه فاضلاب شد تا 30 سال دیگه هم در این شهر اجرا نمیشه. اما اینکه قرارداد با سرمایه گذار ببندی اما سهم شهر رو توش نبینید، قطعا این اشتباه استراتژیک بوده که رخ داده. سهم فضای سبز شهری از پساب نه تنها از تاکیدات وزارت نیروز، بلکه در مواد قانونی هم آمده. قانونی که اجرایش از مطالبات جدی خبرنگاران در نشست خبری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هم بود. در کرمان شهرداری سیرجان مشارکت نکرده. شهرداری کرمان داشت. مشارکت نکرده. قسمتی که آماده بوده از شهر داریم به شرکت سرمایه‌گذاری که الان داره کار میکنه. مسکنای نهضت ملی مسکن رو میتونیم به شهرداری بدیم، بحث قرارداد ببندیم و بیاد اجرا کنه و پسابش رو استفاده. این پیشنهاد اما مثل پیشنهاد خرید پساب از سرمایه گذار از دید شهرداری قابلیت اجرا ندارد. پیشنهاد مدیریت شهری در کنار پیگیری قضایی این امر، تهاتر آب پساب با آب چاهای شهرداری است. درخت و فضای سبز با اعتقادات و هویت مردم کرمان عجین شده. مردمان این شهر کویری با خون و دل این فضاها را حفظ کردند و حالا باید دید پاسخ بعدی مدیر کل شرکت آب و فاضلاب برای حفظ سرمایه‌های این شهر چیست. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.